بیش از 40% از اراضی گلستان که از آبهای سطحی برای کشت و کار استفاده می کنند در حوزه آبخور 11 سد مخزنی هستند. به جای اینکه تک تک کشاورزان وارد قرارداد با شبکه صدها بشوند، موضوع شرکت‌های تعاونی تولید روستایی مطرح شد. طرح واگذاری آب از 10 سال پیش در قالب 60 شرکت تعاونی روستایی در گلستان آغاز شد. روشی هست که کار را از دست دولت خارج می‌کنه و مردم خودشون در مدیریت صد و شبکه سهیم میشن. یه جورایی تقسیم آب شده حالت میرابی گذشتگان ما. آشیلی بریم آب از بالاتر ببینیم. یه مهرابی که انتخاب کردیم اون میره واسه ما قرارداد میبنده. اومدم برای قرارداد آب. چند هکتار زمین اراضی کشاورزی دارید؟ 180 هکتار. قرارداد شما تنظیم شده، حجمش 900 هزار متر مکعبه. بفرمایید امضا بکنم. من با اداره آب قرارداد دبستم. باید این آب رو عادلانه بین کشاورزا تقسیم کنی. پدر خودم مهراب بود. منم مهراب هستم. از اون صبح که تمام شد بلند میشم میام. زمین به زمین میزان میکنم که کسی اضافه آب نبره. پیش از اجرای این طرح زمین هایی که نزدیک منبع آب بودن از آب بیشتری برخوردار میشدن و زمین های پایین دست محروم از آب بودن. ما بر اساس آبی که ذخیره سازی میکنیم در فصل غیر زراعی به صورت تضمینی آب رو تحویل شرکت های تعاونی. یعنی خیالش راحتی که قطعی آب نداره. قطعاً همینطوره. این خوشدلی شدیدی که هست، شما اگر دوربینتون بگیره تا دهنه کیو همه سبز هست، به درستی تقسیم میشه آب. تا اینجا در گام اول هدف آبرسانی بود. در گام دوم این طرح که 2 سالی آغاز شده از قطره قطره آب با کمترین هدر رفت استفاده خواهد شد. ادامه کار رو در شبکه های فرعی برای رساندن آب از سد تا نقطه پای گیاه هر مزرعه شروع کردیم. در واقع به منظور جلوگیری از هدر رفت آب به طول حدود 1500 کیلومتر سیستم های نوین آبرسانی در حال اجرا هست. به صورت گیاه کانال و یا لوله آب رو منشعب میکنیم و میاریم تا بخش کوچکتر اراضی. در گام دوم مدیریت آب همچنان کشاورزا در کنار مسئولین هستند. ما این خط لوله 2 متری سامان کار گذاشتیم. تو این بحران آبی که ما داریم کشاورزان از هیچ گونه مشارکتی دریغ نمی‌ورزن. اگر این آب بخواد به شکل سنتی پخش بشه شاید بیشتر از 1000 هکتار رو نمیتونیم باش آبیاری کنیم، ولی الان این قابلیت رو داره که ما حداقل تا 12000 هکتار رو زیر پوشش ببریم. با اجرای گام دوم طرح مشارکتی بیش از 75% راندمان بهره برداری از آب افزایش خواهد داشت. امسال هیچی نباشه از پارسال مثلا 1 تن خردی رو بیشتر برداشت کردیم، ولی سال دیگه مطمئنن از این بیشتر خواهد شد. سیستم نوین آبیاری تحت فشار گان هم به طور آزمایشی در این طرح اجرا شد. زیر پای ما حدود 70 کیلومتر لوله پلی‌اتیلن کارگذاری شده. سازه‌ای که می‌بینید رایزر آبگیری هست برای مدیریت و توزیع آب. چند درصد هزینه طرح رو کشاورز پرداخت می‌کنه؟ این طرح به صورت رایگانه. هزینه‌های اجرای طرح مشارکتی مدیریت آب به مبلغ 60 میلیون یورو از طریق تسهیلات بانک توسعه اسلامی تأمین شده. با تکمیل این پروژه و امکان اجرای روش‌های نوین آبیاری پیش بینی میشه حداقل 25 تا 30 درصد افزایش محصول در زمین‌های تحت پوشش این طرح داشته باشیم. میرحماد سیرحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای قره‌بلاغ علی‌آباد کتول.